آیا په افغانستان کې د نړیوال تروریزم پر ضد جنگ پای ته رسېدلی دی که نه دی رسېدلی؟ دا یوه برخه ده. بله ډله برخه ده که جمهور رئیس تاسو وټاکل شئ، ځکه چې بینالمللي قواوې افغانستان ته د تروریزم سره د مقابلې دپاره راغلي دي. که تاسو رئیس جمهور انتخاب شوئ، د دغو بینالمللي قواوو دپاره، د هغوی د قانون کولو دپاره، د هغوی د وتلو دپاره، تاسو څه خپله خاصه ستراتیژي لرئ که نه؟ د تروریزم په مقابل کې جنګ پای ته رسېدلی او که نه؟ او د دې بینالمللي قواوو د ایستلو او د خروج دپاره تاسو کومه ستراتیژي لرئ او که نه لرئ؟ دو نقطه. قبلا من هیچ وقت نفرای کدام وزیر را ندیدم که در وزارت پلان کتابچه دیده سی باشه رفتن و خروج شدن من نوت کرده باشه که زیاد کار میکنه یا کم کار میکنه که بعد مقایسه کنه. بیشترین کارم من خودم ایدا دارم، به خاطر که من نه خانه داشتم نه زندگی. زندگی من اونمو کاری من بود، دفتری من خانه من بود، خانه من دفتری من بود. رشوت سوء استفاده از بیت المال فقط جنگ سالار را نکردن، زورمدارا نکردن، نکتایی دارا بیش از دیگران متاسفانه در 7 سال افغانستان ضربه زد. چون اینا رای دوزیش هم میفهمن که چطور دوزی کنن و چطور رو پود کنن، از پیدا کردنش جلوگیری کنن. امروز در افغانستان و برون پوینت لویز برجر کمنکس یک فاجعه بسیار بزرگ است. اما طور که آیرا یکی آقای کرزای به اشاره کرد، یک فاجعه بزرگ است. حزب جمهوری خواه قدرت در آمریکا از دست داد، اما نمیخواد که در افغانستان از دست بده و مداخله میکنه مستقیم در انتخابات افغانستان با نظرسنجی که هیچ پایگاه علمی نداره. نظرسنجی در کشوری که جنگ در میدان مردک جریان داره و هیچ علامه و هیچ نشانه و هیچ امکانات نظرسنجی علمی نداره، این نظرسنجی کردن و کسی را 45% و فلان دادن، خودزی من به آیرای میگم که متوقف کنه، اگر نه عاقبتش کل آمریکا میبینه. جنگ جامعه بین المللی با تروریسم اگر می بود، افغانستان باید از 2001 به سوی آرامی بیشتر پیش می رفت، تروریسم کمتر می شود از افغانستان. اما در هر روز حتی وزارت دفاع برای ما هواپیما نداد که ما در هلمند و قندار و نمروز و بدخشان بریم، به خاطر گفت بشردوست هر روز ما شهید میاریم و در جاهای ولایت های ما رفتیم که صدای جنگ خوب در گوش انسان میاد نزدیک. بدون عدالت امنیت هیچ گونه ممکن نیست. کسانی که میخواین با ظالمین از امنیت در افغانستان بیارن، قبر خودم میکنن، از سیاسی قبر ملتم میکنن. اما طور که امروز متاسفانه ما میبینیم که روز به روز وضع از هر نظر بدتر شده میره، ما باید به جامعه بین المللی واضح و روشن بگیم که چی میخوایی در افغانستان. اگر آمدی که با طالبان مبارزه کنی، با بن لادن مبارزه کنی، من اگر رئیس جمهور افغانستان شوم، من مطمئن هستم که این دلیل از بین میره، به خاطر که من تنها افغان هستم که بدون بادیگارد در نقطه ای که اونجا ناتو آمریکا با 20 تا تانک رفتن نمیتونه، من رفتم با یک کلمه قرآن شریف. و امروز تنها افغانایی که اعتماد سر یک سیاست مداری خود داره. آقای بشردوست، وقت شما پر شد، بسیار معذرت میخوام. خلاص شد، تمام شد، لطف کردید. محترم دکتر صاحب اشرف غنی، آیا په افغانستان کې تروریزم پای ته رسېدلی او د بین المللي قواوو د وتلو دپاره تاسو څه ستراتیژي لرئ که تروریزم ختم کړي؟ لومړۍ خبره دا ده چې موږ باید یو واضح هدف لرو. هدف هم باید سي د افغانستان د ملي حاکمیت ټینګول. په دې چوکاټ کې موږ باید واضح هر کال یو دریځ ولرو چې څومره د دې هدف د لاسته راوړلو دپاره پرمختګ کړی. که دا طرحه موجوده نه وي، ټولې خبرې نور ټول هوایی دي، ځکه خلک عمل غواړي. مثالونه یې څه دي؟ خلک باید بندي نه سي د بین المللي قواوو لخوا. ایده هیچ شرطونه باید واضح سی چه څنګه دا بندی نیستی به چه شرایط را بری. دوم، بین‌المللی قواوی دلتا چه غواری؟ ثبات. او د ثبات دپاره باید یو مشری، یو افغانی مشری چه د ثبات واضح افغانی طرحه ولري. خارجان ډوډۍ مستقیما نسی خوړلی، دی باندې باید واضح پوسو.
ستراتیجی باید دی موگی او طریقه دی عمل دی موگی او دوی سره موگ باید دی همکاری پا چوکات کی واضی و رسیگو او هر کالی ای موگ دی توان اندازه باید پا واضی توگه دی رسی او دی دوی لگسی خطر دی تروریسم خطر دی تروریسم ای چال خواده اگه دی القایده لخواده اما ای موگ داخلی خبره این موقع داخلی خبر ده هر افغان تا افغانستان منی ده افغانستان پی چوکات که باید داخلی او ده سوله یو چوکات باید مگوله رو چی ده باید پی چوکات که پول افغانان ده قناعت ورکو چی ده این موقع گد وطن ده او غیر لده نه چی پا گده پا ایمان او پا تقوی جوله کو موقع مخیم سوده لخی مرغی نه حقا ده ترور دکترین چه ات تیرو کالو که موجودو او هدف وزلو او بمباریو اوز اغبانده کافی غور سوه زکر هم عراق که هم دلتا ثابت سو چه دا دیسی قضی خپل امریکان چه نتیجی ترسیدی شل فی سیاست دخالت پا افغانستان که پا دی تعدل که نو اتیا فیصده پا زور بانده و شل فیصده پا دی نور مسائل بانده او دمرستو لنظر نه بینگرین مسئله افغانستان که ناکامه دی ترسی دی که موگ اساسی بدلون را نولو او ادوی دمرستو چوکات ده تغییر ور نکو او خپله بیا هم واضح او مشخص ترهیونه لرو مکبنی سکرله دخل حدا محترم حامد کرزی تاسو لطفاً دې سوال ته جواب ورکړئ او یو بل پوښتنه لرم بیا به نو انشاءالله مناظره خلاص کړم زما له نظره تروریزم په سیمه کې دی خو په افغانستان کې اثرات دي او ښه تګلاره دا ده چې افغانستان او بینالمللي ټولنه پا افغانستان که در افغانستان در ملی اردو در پولیسو در ملکی اداره در اقتصادی پیاورتیا او در حق لگستون و مسارفو چه در باسازی او بیا جلونو لپارکی ری حق تفاهمات باندی جر تر جر عمل بکی چه بدی چی رو پینزو کالکی در لندن در پاریس او در ناتو در مختلف کنفرانسو در خواهز مشترمین تسی بیدی خصوصا په هغه ساحه کې چې د افغانانو واکمني تثبیت ده او منل شوې ده هلته دا واکمني زموږ د ملګرو دخوا لا هم پیاوړې شي په دې معنا چې زموږ وزارتونه اوس د دې توان لري چې مصارف په خپلو وکړي او پروژې عملي کړي چې زموږ قواوې د دې توان لري چې عملیات وکړي اوس تقریبا 60% د عملیاتو د افغاني قواوو دخوا ترسره کیږي چې د افغانستان د ملکی ادارې توان دومره جګ سي تر څو د افغانستان حکومت په خپله وکړای سي چې هم پروژې او هم لګښتونه عملي کړي دا به د دې زمینه سازي وکړي تر څو د خارجانو د تدریجي وتلو زمینه په افغانستان کې برابره سي چې زما امیدواري دا ده چې د آینده درو کال څخه نیولې تر لس کالو پورې به دا تطبیق سي په دې معنا چې خارجي قواوې به لږ سي په افغانستان کې په دې معنا چې د دوی عملیات به لږ سي په افغانستان کې په دې معنا چې د دوی مستقیم په پروژو کې دخالت او لګښتونه به لږ سي په افغانستان کې او دا به ټول افغانستان ته وسپارل سي اما په هغه ساحو کې چې افغانستان ضرورت ورته لري او لا پر پښو نه وي درېدل چې ډېر کلونه غواړي موږ به د خارجانو موجودیت دلته ضرورت لرو او دوی به راسره وي او موږ به دا موجودیت پالو او د دې به قدر کوو او د دې به ستاینه کوو د دې موجودیت په دې ساحو کې زموږ په ګټه دي خصوصا په هغه ځای کې چې د افغانستان روابط په دې منطقه کې دي او د همسایګانو سره دي هلته افغانستان ښه تعادل ساتل دي او د دې تعادل ساتل به که زموږ د بملي ټولنې د ملګرو دخوا لا ښه راسره تصدیق سي او سره پوه سو
د سولي او امن زمينه لا برابر کي او افغانستان به د خپل حاکمیت د راتنګښت لپاره او پر خپل پښو د درېدو لپاره هغه اقدامات د درو کال څخه تر آینده لس کال پورې کړي چې خودکفا وي پر پښو به ولاړ وي خو ملاتړي به د جهان لري او ملګرتوب به د جهان څه لري چې دا د دې خاورې په ګټه بنیان د دنیا سره رابطه